فضای مجازی هم این بخش از برنامه رو ببینید. هنرمند یوتیوب نه، ولی در خود سایت رادیو و حضورتون عرض کنم که سرکار خانم مامک خادم عزیز که بسیار دوست می‌دارم کاراشون رو در استودیو حضور دارن که حالا یواش یواش یخمون باز بشه و در خدمتتون هستیم. مامک خادم معرفه حضور شنوندگان عزیز هست با سالها فعالیتش و از جمله نوآوریش در موسیقی تلفیقی که میشه گفت یکی از پیشگامان در این زمینه بوده و سالیانیست در این امر فعال هست که خیلی خیر مقدم میگیم. بسیار خوش آمدید. صبح بخیر به هر دوتای شما نازنینا و خیلی ممنون از اینکه منو تو برنامه‌تون گنجوندید. خواهش می‌کنم. من اگر اجازه بدید از یک جای شروع کنیم که برسیم به اینجا. من حالا کار ندارم به سن و سوال و اینا. وای. و خودم اصولا جاده خاکی داریم میریم مثلا. نه، خودم اصولا اینجوری هم میگم تولدت کیه، میگم فلان روز فلان ماه، میگم چه سالی، میگم هر سال. نه من مشکلی ندارم، من با سن. خیلی خوب، برای اینجا تکلیفم روشن شد. اما جایی که بنده یادم هست شما به هر حال در کارگاه موسیقی بودید، در اون زمان فعالیتتون شروع کردید، شما بعد با خانم زنگیده مدتی ارتباط سیمین قدیری همینطور خانم سین ما تو اون موقع کره رادیو تلویزیون ملی یه سری به اصطلاح نوجوانا بودن که منم یه مدتی اونجا کار کردم. خانم سیمین قدیری سرپرست گروه بودن و ما برنامه که داشتیم مثلا با خانم پری زنگنه و اینا یکی دو دفعه برنامه داشتیم، ولی خب مدتی که بودم اونجا خیلی کوتاه بود دیگه، چون بعد از اون من اومدم آمریکا. قبل از انقلاب اومدم. جالبه که شما اصلا به شکل دیگری علاقمند به هنر شدید و وارد شدید، اینطور که در ابتدا کارتون رو شروع کردید غیر از خوانندگی مسئله آموزش رقص و باله بوده که خیلی جالبه، یعنی خانواده به اون شکل شما رو تشویق کردن که وارد کار هنری بشید. مادرم خیلی مشوق بود، کلاس باله ما رو میبرد، اون موقع ها کلاس پیانو میذاشتن ما رو دیگه، هرچی که میشد سعی میکردن که به ما تزریق بکنن و کلاس های تابستونی؟ بله دیگه، تابستون، شنا، یعنی فعالی کلن در بچگی و نوجوانی زندگی فعالی داشتم و اینم مدیون مادرم هستم، چون مادرم خیلی اهل ورزش بود و خیلی اهل موسیقی بود، اینه که قاعدتا ما هم گرایش داشتیم و اینکه من هنوز میتونم والیبال بازی کنم، پینگ پونگ بازی کنم، راه برم. مسابقه هم دادم مسابقه دادم با آقای سینای ولی الله توی ماه پیش که رفته بودم. من بردم. اختیار داری. اتفاقا برای راجب سن که صحبت کردین میخواستم بگم که این اعداد نیستن که مشخص میکنن که آدم در کجای دنیا قرار داره، در کجای زمان. زمان رو مشخص نمیکنن. هرچی که فعالیت آدم بیشتر باشه میتونه با افراد بیشتری در تماس باشه و خیلی جالبه یکی از کامنت هایی که تو بعد از اون برنامه نوشته بودن، چون من پینگ پونگ بردم و میرفتم با نسبت به سنم، یه نفر نشون بود پیرزن بسیار بسیار سرحالی هستی. ای وای من عجب، بابا خیلی بیرحمه کرده. البته ایشون نه کشون مشکل نه ایشون هم باید خواسته به من خیلی خوب سراخ کردم براشون. اینا دستانی هستن که به خصوص از ایران میخوان به هر صورت یه جوری خودشون رو مطرح بکنن و حالا یکی این من که به صورت کامپلیمنت اینو برداشتم، گفتم اگه که پیرزن هستم که سر حالم، یعنی من اون قسمت مثبتش رو برمی‌دارم. حالا شما اگر به هر حال می‌خواستم ازتون یک سوال بکنم که برای همه ماهایی که تو این کارهای هنری هستی، اون قدم‌های اولیه یه مزه دیگری داره. زمانی که شما اولا توضیح بدید که چی شد این سبک رو انتخاب کردین، دومی که اون زمانی که خب تقریبا شما پیشرو این کار بودی و ریسک بود این کار، میتونست آدم آهنگای معمولی رو بگیره بخونه، به عنوان یک خواننده شهرت پیدا کنه، پولدار بشه، بله. اما شما یه کاری کردی که ریسک بود. اون زمان
که آمدید مثلا فرض بفرمایید ستار و تار و گیتار و گیتار باس و اینا رو همه رو با هم دیگه تلفیق کردید و بعد این سبک کار رو چه احساسی داشتید اون اولین حرکتی که میخواستین برای پوبلیک انجام بدید؟ مرسی از این سوال بسیار بسیار عالیتون. والا من ببخشید خودم که ریاضی خونده بودم، معلم بودم توی دبیرستان و کالج و اینا تدریس میکردم سالهای سال، و خب موسیقی همیشه برای من یک رفیق بود، چون به خصوص سالهای اولی که اومده بودم آمریکا اون زمان قبل از انقلاب، اصلا جاهایی مثل نمیدونم رستوران ایرانی و نمیدونم اینجور چیزا که ایرانی‌ها به اون صورت زیاد نبودن، بنابراین بر من که زبونم زیاد نمیدونستم موسیقی در حقیقت یک وسیله وصل بود، یعنی در حقیقت وصل من با اون ارتباط من با ایران، ارتباط من با ریشه خودم. بله، برای همین و بعد از اینم که انقلاب توی ایران اتفاق افتاد، خب من نبودم ایران، ولی خب خیلی احساس میکردم که من باید اونجا باشم، به هر صورت منم جزء اون مردم هستم. اون موقع خب خیلی سنم هم کم بود، خیلی احساسی فکر میکردم، و بعد از این که این داستانا یه مقدار گذشت، برای خودم فکر کردم خب بهترین راهی که من میتونم ارتباطم رو با ریشه خودم داشته باشم، شروع کردم که در مورد موسیقی سنتی یاد گرفتم، در صورتی که من کسی بودم که پینک فلوید گوش میکردم و راکن رو گوشم. خب به هر حال به شکلی این دو در کنار هم قرار گرفتن با یه سبک و سیاق جالب و متفاوت و به شکلی سیگنیچر خودت. برای همین بوده، یعنی علتی که شما گفتین که این چی شد، من فهم میکنم که تلفیق و این تلفیق حالا سازها یه شرقی و غربی، این ذهنیت در حقیقت در من از زمانی که اومدم به آمریکا اتفاق افتاد. این تلفیق تلفیق مکانیکی نیست، این یه تلفیق تفکری ذهنیه. وقتی من همش در تکابو بودم که چطوری میتونم مثلا با آمریکا، کسی که آمریکایی هست، ارتباط برقرار کنم، بعد یه مقدار در یه زمینه‌هایی رو بیاری که بتونی با اون طرف ارتباط برقرار کنی، و این تلفیق موسیقی، تلفیق فکر، تلفیق هر چی، اینا از همون موقع تو ذهن من شکل گرفت. بسیار جالب. همین در واقع هست که باعث میشه راه رو باز بکنه و در واقع دنیای غرب و شرایط امروزی شما به عنوان یک ایرانی صدایی برای خودت داشته باشی در هنر. بله، حضورتون عرض کنم که شنوندگان بسیار نازنین و گرامی حتما میدونید خانم خادم حتی موسیقی فیلم کار کردن، دو فیلم بود که به هر حال من شما دیدین. بله، و بعد سریال فیلم های تلویزیونی بوده. حضورتون عرض کنم که کارهای مختلفی در این زمینه که به موقع میخوام که در مورد صحبت کنید، و آلبوم هایی که دادید، و برای من اون قسمت هایی که آره شما براتون جواب اومده، اون خیلی مهم بود. همون اولی قدم ها بود، یعنی من بعد از مدتی که شروع کردم موسیقی سنتی یاد گرفتن، دلم میخواست که به صدا تو صدام اون سیگنچری که تنها جون میگن تو صدام باشه. یعنی من وقتی میخونم بتونم با حتی بدون اینکه آدینس من، شنونده من بتونه زبون منو بفهمه، ولی از طرز خوندن من بدونه که این ریشش موسیقی ایرانی هستش. من یک موردی رو اشاره کنم پیش از اینکه بریم به پیام‌های بازرگانی، از کارهای تئاتری شما و از جمله کاری که خود من این شانس افتخار رو داشتم که با شما همکاری غیر مستقیم داشته باشم، و این هم بازخوانی صدای قمرالملوک وزیری بود. درسته که کارهای تلفیقی شما به خوبی انجام میدید، ولی کارهای به اون شکل رو هم به نحو احسن انجام میدید و به زیبایی کارهای قمر رو شما به اجرا درآورده بودید. شما جای تبریک دارید. قربون شما برم. ولی این چیزی که مهمه اینه که برای اینکه شما بتونید کار تلفیقی بکنید، همیشه باید ریشه های خودتون رو اول یاد بگیرید. یعنی این یه چیزیه که من یادم استاد حسین علیزاده خیلی سال پیش که گفتن، واقعا این همیشه تو ذهن من هستش که شما قبل از اینکه بخواید وارد تلفیق بشین، اول از چیزی که خودتون دارین باید آگاهی داشته باشین، و بعدم بر اون چیزی که میخواین برین آشنایی داشت، با اون موسیقی هم باشن. خلاصه من کلی با صدای شما ژست گرفتم، چون شما در واقع اجرا کننده صدای شما بودم. شما من سعی خودم رو کردم هیچ وقت البته چون ادامه داریم و وقت تموم شده جواب منو بعدن بدید.